برنامه را با چند خبر کوتاه پی می گیریم. شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در عراق خود را برای بزرگداشت سالروز شهادت ابراهیم القمر نوه امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم ایشان در شهر کوفه آماده می کنند. گفتنی است ابراهیم ابن الحسن المثنا فرزند امام حسن مجتبی فرزند امیرالمومنین علیه السلام است که در میان مردم به ابو اسماعیل و ابو اسحاق و نیز صاحب صندوق در کوفه ملقب می باشند. مزار ایشان در کوفه مورد زیارت جمعیت بزرگی از دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت قرار می گیرد. سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که 3,400,000 کودک سودانی در معرض خطر بیماری‌های همه‌گیر هستند. از سوی دیگر، مقامات سودانی اظهار داشتند تعداد مبتلایان به وبا به بیش از 18,000 نفر رسیده که 545 نفر جان خود را از دست دادند. در همین راستا دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه اعلام کرد سودان در حال حاضر از شیوع چندین بیماری از جمله وبا، مالاریا، تب دنگی، سرخک و سرخچه رنج می‌برند. وزارت دفاع مکزیک گفته در پی تیراندازی سربازان این کشور به یک گروه 33 نفری پناهجویان در مرز مکزیک با آمریکا 6 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارتخانه گفته پناهجویان با یک خودروی باری قصد داشتند از گشت نظامی فرار کنند. وزارت دفاع مکزیک روز چهارشنبه 11 مهر اعلام کرده که این رویداد سه‌شنبه شب در شهر هویکسلا در جنوب غرب مکزیک زمانی رخ داده که پناهجویان از شمال گواتمالا وارد مکزیکو شده بودند. پلیس تایلند اعلام کرده که در نتیجه آتش گرفتن یک اتوبوس حامل دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در حومه شهر بانکوک دست کم 23 نفر جان باختند. پلیس تایلند روز سه‌شنبه 10 مهر گفته است که 16 دانش آموز دیگر و 3 آموزگار در این رویداد زخمی شدند. نخست وزیر تایلند گفته این اتوبوس حامل بیش از 40 دانش آموز و آموزگار در حال سفر علمی به شهر بانکوک بودند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که 45 پناهجو در نتیجه غرق شدن 2 کشتی در سواحل جیبوتی در آبهای خلیج عدن جان باختند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که این کشتی ها با 310 سرنشین از مبدأ یمن حرکت کرده بودند. این سازمان اعلام کرده است که تاکنون 32 سرنشین این کشتی ها نجات داده شده و از سرنوشت 10 تن دیگر خبری در دست نیست. مطالعه‌ای تازه که در مجله پزشکی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد که درمان کاهش بینایی و کاهش کلسترول LDL می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به زوال عقل کمک کند. این مطالعه توسط 27 پژوهشگر از کمیسیون لنست در زمینه زوال عقل انجام شده و 2 عامل خطر جدید را شناسایی کرده است. تحلیل داده ها نشان می دهد که حدود 7% از موارد زوال عقل می تواند به کلسترول بالای LDL در میان سالی مرتبط باشد و 2% از موارد نیز به درمان نکردن کاهش بینایی در سنین بالا مربوط می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده از سال 1990 شیوع اضافه وزن و چاقی در دوران کودکی در سراسر جهان تقریبا 2 برابر شده است و همه قاره ها را تحت تاثیر قرار داده است. گفتنی است کودکان آمریکایی در صدر این چاقی قرار دارند و اروپای جنوبی از جمله یونان، ایتالیا و اسپانیا 10-15% از کودکان چاق هستند و در آسیا نیز تقریبا نیمی از کودکان دارای اضافه وزن زیر 5 سال دارند.
محققان عوارض این اضافه وزن در کودکان را فشار خون بالا در دوران کودکی، دیابت نوع 2 و اختلالات چربی می دانند که به سندروم متابولیک در کودکان منجر می شود. دانشمندان سیاره فراخورشیدی جدیدی را یافتند که به دور ستاره بارنارد می گردد که نزدیکترین ستاره منفرد به ماست و تنها 6 سال نوری از ما فاصله دارد و یک سال در این ستاره فراخورشیدی تنها 3 روز زمینی طول می کشد. این کشف با استفاده از تلسکوپ بسیار بزرگ VLT در شیلی انجام شد که در 5 سال گذشته ستاره بارنادا را رصد کرده است.